سلام سلام، من سینا ولی‌الله هستم با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از ام بی سی پرشیا در خدمت شما دوستان و عزیزان. هفته پیش من به یه موضوعی پی بردم که باعث شد خدا رو شکر کنم، شکرگزار باشم. شما به نظر من الان به جای اینکه بشینید برنامه ما رو نگاه کنید، پاشین برید خدا رو شکر کنید، چون به گفته مسئولین عزیز ما الان در طلایی ترین دوران 100 سال اخیرمون هستیم. اصلا این شرایطی که داریم انقدر طلایی، اینقدر طلایی، اصلا دیگه رنگش از طلایی دیگه کم کم به قهوه تیره داره میزنه و این واقعا جای شوک داره. مثلا ما الان واقعا طلایی ترین نماینده های مجلس تاریخ رو داریم. بله، نماینده مجلسمون قرص ضد بارداری پیشنهاد میکنن به مخاطبینشون. اینکه قرص ضد بارداری تو جیبش داره، این خودش نکته بسیار حائز اهمیتیه نماینده مجلس. ای کاش پدر ایشون هم قرص ضد بارداری تو جیبشون میذاشتن که الان دیگه ما درگیر شیرین زبونی ایشون نباشیم. البته ایشون در توجیه این ویدیو گفته که به یک دانشجوی پسر این حرف رو زده، برای همین دیگه خدایی حرف بدی نزده که، چون اینا خودشون میدونن که ما تو این دوران طلایی دیگه مرد و زن ممکنه زیر بار فشار باردار بشن دیگه، برای همین یه توصیه پزشکی کرده. البته نگرانیشون واقعا بی‌مورده، چون یکی دیگه از نماینده‌های طلایی مجلس پرده از دسیسه دشمن برداشته و برملا کرده که دشمن داره ما رو با پوشک عقیم می‌کنه. اصلا فکر دشمن فقط تو شورت ماست، با مانتو و پوشک و هر چی که فکر کنی اینا می‌خوان ما رو عقیم کنن. همین با قیچی افتادن دنبالو عقیم کنن برن. ولی خدایی بعد هم نیست، کار مسئولین راحت‌تره، میتونن دیگه بدون جلوگیری دیگه هر چقدر در توانشون هست و فشار بدن وارد کنن دیگه، چون ما باردار نمیشیم، عقیم شدیم با پوشک. اما اگه بحث خطر زاییدن رو بذاریم کنار، خدا رو شکر تو این دوران طلایی اتفاقات خیلی خوبی داره میفته. مثلا یکیش برخورد با بعضی از مراسم وحشتناک و مرگباری که توی جامعه پیش میاد. از حضورتون که من این عنوانی که به عنوان عقد تلقی میشه، این رو اصلا عنوان جعلی میدانم و یک رفتار و یک عمل خلاف قانون و خلاف مقررات هست. اصلا خیلی خیلی اصلا بابا این کارهای خلاف چی انجام میدین؟ برین همون اسید پاشی و دزدی و اختلاس رو انجام بدین، نکنید این ازدواجای خلاف قانون و خلاف مقررات و جعلی که داشتن راجع به صحبت میکردن به یه سری ازدواج خاص گفته میشه که تم سنتی و باستانی داره، به اصطلاح بهش میگن ازدواج آریایی، که شکر خدا باش برخورد کردن دستشون هم درد نکنه. واقعا این که یه عده تو خطبه عقدشون حرف از کوروش و داریوش و تمدن ایرانی بزنن میتونه به بنیان خانواده لطمه بزنه، میتونه متزلزلش کنه. شوخی نیست، ازدواج قانونی و منطبق با عرف و غیر جعلی که باعث استحکام کانون گرم خانواده میشه فقط چند همسریه که ما رو به دوران طلایی 100 سال اخیر میبره، که خوشبختانه نه تنها باش برخوردم نمیکنن، براش کارگاه هم برگزار میکنن، که این نشون میده ما در این دوران طلایی کمرهای طلایی هم داریم. بله، کارگاه مهارت های چند همسری، دقت کنید، مهارت یعنی مهارت تیراندازی و بازیگری و نویسندگی که براش کارگاه میذارن، چند همسری هم مهارت و فوت و فن داره. یکی از فنونش هم درست کردن مجون شیرموز خرماست، مهارت خاصی رو میطلبه. برای چی میخندین؟ چند همسری فوق العاده مهارت خاص و بزرگی محسوب میشه. اگه نمیشد که تلویزیون نمیرفت یه مرد سه زنه رو بیاره ازش راز موفقیت شو بپرسه. فکر میکنم تو زندگی، مخصوصا زندگی زناشویی، صداقت بهترین حرب است. صداقت بهترین حرب است. واقعا چه جمله زیبا و پرمفهوم. به نظرم این جمله رو باید با طلا بنویسن بزنن سردر دفاتر ثبت ازدواج. شما همین که حقیقت رو بگین کافیه و این اجازه رو دارین که هر غلطی دلتون خواست بکنید. اصلا شرط اول موفقیت در چند همسری صداقت و راست بودن، چیز ببخشید، راستگو بودنه.
چاچو پول دارید فهم کنید میتونید ساکر؟ نه خیر چون پول دارن. من اگر سه تا زنگ گرفتم به خاطر این بوده که میکشیده، میلم میکشیده و میتونستم. میکشیده دیگه، میلش میکشیده، پولش هم میکشیده، در کنار اینا کمرش هم میکشیده که رفته سه تا زن گرفته. اصلا یکی دیگه از مهارت‌های چند همسری همین کشیدگیه، هرچی بیشتر کش بیاد زن بیشتری میتونی بگیری. ولی متاسفانه این مسئله سازنده و بسیار مثبت چند همسری رو یه عده سیاه‌نما دارن با خیانت مقایسه میکنن که به شدت مسئولین رو ناراحت کرده. اگر اسم خیانت نذاریم روش، اسمش اتفاقا بشود چی؟ بشود مسئولیت پذیری. کلن اصلا فرهنگستان زبان ادبیات فارسی باید ورود کنه به این قضیه و یه فکری واسه این کلمات نادرست بکنه و همونطور که از این به بعد به جای خیانت باید بگیم مسئولیت پذیری، به جای هوس و شهوت هم باید بگیم احساس مسئولیت، به جای مرد چند زنم بگیم مدیر مسئول. تازه یکی از نکات زیبای اون کارگاه مهارت‌های چند همسری این بود که در آخر کارگاه اساتید برای شرکت کننده های متأهل برای گرفتن همسر دوم وساطت میکردن. فقط این کارم مثل خیانت بعد اسمشو عوض کنیم، بذاریم چیز کشی، مسئولیت کشی. حالا ذکر خیر فرهنگستان زبان فارسی شد. هفته پیش حرفهای همسر رئیس فرهنگستان زبان فارسی در مورد تأسیس مدارس غیر انتفاعی خیلی منو تحت تأثیر قرار داد. کلن با تأسیس مدارس غیر انتفاعی عرض کردم مخالف بودم، اما خودم اومدم مدارس غیر انتفاعی ممان مؤسس. چرا؟ میدونی سرا؟ لابد برای خدمت به مردم دیگه. پسرم میخواست سال ششم بره رشته ریاضی، رشته ریاضی بود بره علوم انسانی. ما دنبال یه مدرسه میگشتیم که نه نظر درس خوب باشه، نظر محیطی سالم باشه. آها، پس به خاطر این بوده که آقازاده خودشون رو بتونن بفرستن به مدرسه ای که از نظر محیطی سالم. چرا؟ مگه مدارس دیگه از نظر محیطی چه جوری بودن؟ مدارس علوم انسانی هرچی بچه ضعیفه از هر جا مونده بود میگفتن خب ایشون بره دیگه علوم انسانی. اه بچه های ضعیف و از همه جا مونده عوضی، چرا موجب کدورت خاطر ایشون شدین؟ ایش، لطفا پسرهای ضعیف و از هر جا مونده دهاتی نیان تو مدرسه پسر ایشون، مرسی. سرا با طبقه پایین رفت آمد نمی کنه. دیگه اینا رفتن طبقه بالا دیگه، طبقه پایین و ژن ضعیف در شأنشون نیست. خلاصه پسرش مدرسه خوب میخواسته واسش غیر انتفاعی تأسیس کردن، شوهرش شغل خوب میخواسته فرهنگستان زبان ادبیات فارسی رو زدن، پسر خواهرش رسانه میخواسته بهش شبکه 3 رو دادن، دخترشون هم کشور خوب میخواسته واسه زندگی واسه شوهر ایرانی آمریکایی پیدا کردن. که شوهرش در یک خانواده شهید پروری اصلا در آمریکا به دنیا اومده. اصلا در آمریکا به دنیا اومده، از خانواده شهید پرور جنگ ویتنام هم بودن آمریکا به دنیا اومده. فقط بدشانسی که ما آوردیم اینه که هیچکی از خاندان این بزرگوار به دیسکو و کنسرت و اینا علاقه نداشته، وگرنه الان دیگه تهران هم واسه خودش شده بود پاتایا. حیف. ولی نمک نشناس هم نباشیم، قدر شناس باشیم یکم. خداییش قدر این دوران طلایی 100 سال اخیر و خدمات طلایی مسئولین رو بدونیم. همین مدارس غیر انتفاعی علوم انسانی اگه نبودن الان ما این همه کارشناس نخبه رو نداشتیم که بیان آمار دقیق و صحیح رو به ما بدن. آمار میگفت که خانم هایی که در معرض نگاه دوم قرار میگیرن، مقصود از نگاه دوم در تعریف سازمان بهداشت جهانی یعنی نگاه نامحرم. آمار. حتی بیشتر به سازمان اسکلان جهانی میخورد این جفنگی ها تا سازمان بهداشت جهانی. نگاه دوم یعنی مثلا فرض کنین که یه همسر داره، بعد یه کس دیگه ای که همسرش نیست میاد بهش یک نگاه خریدارانه میکنه. آمار میگفت که درصد سقط جنین در یک همچین خانومی میره بالا 30%. نمیدونم یه درصد عجیبی، فکر کنین انقدر این واضح بوده که به صورت آمار در سازمان بهداشت جهانی در اومده. آمار 30%، یعنی اگه تعداد خانم ها رو 2 میلیارد بگیریم سالی 600 میلیون بچه به خاطر نگاه نامحرم فقط سخت میشن.
خیلی آمار منطقیه، منتها برای پهن مغزا. حالا اینکه سازمان اسکلان جهانی یا همون سازمان بهداشت جهانی اینا چه جوری آمار تعداد نگاه‌های نامحرم رو درآورد، اون مهم نیست. چون الان واقعا توی خارج نمی‌دونیم وضعیت چیه. زنا همینجوری که راه میرن بچه ازشون میریزه زمین. واسه همین سازمان بهداشت جهانی گفته مردا همه با چشپن بیان بیرون. تو خیابونه اصلا با همه با چشپندن مردا. لعنتی نگاه ما مردا از پارازیت ماهواره هم بدتره. قبلا فقط باعث پیری زودرس میشد، اما الان رفتیم تو ریشه، از جنین شروع میکنیم به نابودی و تخریب. از چشمهای مرد اشعه تولید میشه که به صورت زمین خوره پیری زودرس میاره. یعنی این مستنده؟ بله بله مستنده. سوال داره، پرسیدن داره، فیلمش هست عزیزم که از چشمهای مرد اشعه میاد بیرون، همه دیدیم، چیو میپرسی؟ دیدی این صحنه؟ این صحنه واقعی بود، داشت سقط جنین حضوری میکرد. این مباحث اگر نشون دهنده دوران طلایی علم و دانش در 100 سال اخیر نیست، پس چیه؟ حتی ما به غیر از اینکه در دوران طلایی علم و دانش در 100 سال اخیر هستیم، در بحث بازیگری هم به طلایی ترین حالت ممکن رسیدیم. موبایلمو میخوام بدم چون سر صدا داشتن نیاد. خیلی ممنونم. آقا چیز استریپتیز چیه؟ البته من اجازه بدین توضیح بدم، استاد به خاطر بازی در نقش مالکش در فقط بیلیاردو کنار گذاشتن که جوونا نگن مالک داره بیلیارد بازی میکنه بترسن، وگرنه استریپتیز و اینا خیلی هم خوبه، اتفاقا تقویت میکنه. گفتم من هر فیلمی رو که بازی میکنم همون اول به همه میگم این آخرین فیلمیه که بازی میکنم. یهو ناراحت شد، گفت چرا؟ گفتم ببخشید واسه این که نمیخوام پوفیوز بشم. ای بابا چی میگی عزیزم؟ آقا یکی جلوی اینو بگیریم، مثل که کلن یادش رفته نقش مالکو بازی کرده. این دیگه آبروی مالک که هیچی، داره آبروی داریوش ارجمند هم میبره. ولی حالا خدای استاد نقشای تلویزیونیت رو کاری نداریم، ولی با این نقشایی که تو زندگی عادی داری بازی میکنی مردم ممکنه همینو بهت بگن ها، اما گفتن میگه میخوای حالا میل خودت رعایت کن نکن اینا. ما البته در مورد فرهنگمون هم بعضن در دوران طلایی هستیم. آقای کارگردان اون ویدیو رو نشون بده. نه 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 نه، این ویدیو که یه آمبولانس تو آلمانه که تو ترافیک شدیدم براش راهو باز کردن که یه لحظه صبر نکن. این نه، اون یکی. نه بابا اشتباه باز پخش کردی. این ویدیو هم معترضین هنگ کنگ بودن که وسط عربده کشی و طلب حقشون برای آمبولانس راه باز میکنن. مال بابا، مال خودمونه، نشون بده. دقیقا همون خیابونی که لاستیک های آمبولانس اورژانس توسط همسایه عجول پنچر میشه. پایین که خواستیم بیاریم سوار آمبولانس کنیم، دیدیم که چهار حلقه لاستیکمون پنچر شده و متاسفانه نتونستیم به بیمارستان انتقال بدیم. پنچر کرده دیگه، حالا یارو هم دیگه از دنیا رفته. اند مرام و معرفت و فرهنگ طلایی، روش درست و فرهنگی در مواجهه با آمبولانس هم اینه، نه اون که مثل ابلهو بزنی کنار. که شعور کجا رفته؟ رعایت کنید دیگه. اما بجز عرصه سیاست و اقتصاد و هنر و فرهنگ که در دوران طلاییش هستیم، در بحث مجری و مجریگری اما روز به روز داریم گزینه‌های طلایی جدید رو میکنیم. کفی که پاتونه رو میشه من ببینم؟ میشه خواهش کنم یه لنگش رو از کفاتون؟ کفشم در بیارم. آره ایراد نداره، برنامه مردم و تاروخ نداریم با هم بیاره، کفشمونم در بیارم. شانس آوردیم طرف تولید کننده کفش بود. اگه مثلا تولید کننده شورت مامان دوز بود الان اون وسط میخواست شورت یارو رو در بیاره کن تلویزیون مردم دیگه، شورت یارو رو نشون بده. مثل قیمت خودرو و مثل قیمت مسکن. آره دیگه کله و پاچه هم انقدر یه دفعه گه. خب ولی حقوق من اندازه یه گوسفند بیشتر نشد، یعنی یه گوسفند کله پاچهش سه برابر شد، من 33-34% توی این سه سال به دست مزدم اضافه شده. اینا دکو بابا این چه حرفی عزیزم، چه مقایسه غلطیه. گوسفند بیچاره در اوج گوسفندیش محال صبح به صبح از خواب پاشه بی خودی بیاد به این اون تیکه بندازه، بعد فرداش هم بیاد بگه معذرت میخوام. راستی کنسرت گلزارم که ارثشون میخوردین تا سقف پر شد، تا سقف سالن. باز دوباره فردا بیا بگو معذرت میخوام.
خوبی؟ عالی. کلاس های چند همسری تو شرکت کردی یا نه؟ من نه، ولی شوهرم. تو هم شرکت کن، خوبه. اون با آخه مجبوره بیچاره با دو نفر در آن واحد زندگی کنه. یعنی من دو تا شخصیت دارم. فقط دوتا؟ دو تاشو تشخیص داده. بیشتر از این حرفاست. یکیش مهربان و فداکاره. خب، یکیش زنجیریه، اینو میدونم خودم. تو مخه. زنجیریه تو مخ. باید با هر دو همزمان زندگی کنه تفلک. نقش هر چهار تا زن رو داری خودت بازی می‌کنی باز. آره؟ حداقل دو تاشو میگم تشخیص دادن حالا دیگه دو تای دیگه هم. ولی کارگاهای خوبیه. من چیکار می‌کنم واقعا؟ همون تولید معجون شیرموز، آره همون آموزش میدن. درست آموزش اونه. من نمیگم تو میگی، اصلا خودم خود شاهکاری هستی واسه خود من که دیگه تای قضیه، من نمیگم این میگه. ببین کجاست، ببین بیچاره. خب باید واقعا به دنبال همسران دیگه ای باشه، حق داره. تفلک خدا. همه حالا این در واقع تبلیغ این کارگاه چند همسری رو، پوسترش و اینا رو همه رو دیدن و همه قضاوت کردن، حرفاشون رو زدن، ولی هیچ کس حرف اون شخصیت‌های توی اون پوستر رو تا الان نشنیده که شاید اونا هم حق دارن. شاید اونا آره چیز میز این هفته به اون زاویه پرداخته. همراه ما باشید. چیز میزو این یعنی کار فرهنگی درست. همش که نمیشه حرف زد، در عمل هم باید احترام و کرامت زن رو نشون داد. عزیزم این آزادی و حقیه که به زن داده شده، حق داشتن حبو. واقعا زیبا نیست؟ او ساکت. آبچی دیگه داری شلوغش میکنی. من هیچی نمیگم. گرفته که گرفته. تو حرف نزن. تا این پوستر رو از وسط جر ندادم رو سرکی. آخ چشمم این پرچمو برای چی اومدی دیگه؟ جلوی بچه ها زشته. بچه ها شما برید، اصلا نمیخواد تو پوستر باشید. اوه ساکت بابا. حالا کار یکی شده، با هم زیر یه سقف زندگی میکنیم دیگه. من یه لحظه توی پوستر نمیمونم. ای وای ساکت. این دختر زهر خانم اینا نبود؟ فکر کنم. این وای پاهم سوس شد. خدا مرگم بده، چی شده عزیزم؟ سال چهار رومی هم همینطوری شد. اینجوری مرد نازکه. قربونت برم، نفس عمیق بکش. موسیقی